کوچه ایرانیان، درود. چند روز بیشتر به بهار سال 1402 باقی نمانده و ما همچنان در انتظار بهار آزادی هستیم. شاید باور کردنش برای شما مشکل باشد، چون 42 سال قبل که ما اولین برنامه تلویزیونی ایرانیان را در 15 ماه مارچ 1981 آغاز کردیم، باور کنید انتظار این را داشتیم که آن بهار تبدیل به بهار آزادی بشود. یعنی 2 سال پس از انقلاب ما به این امید بودیم، امیدی که امروز البته رنگ تازه‌ای گرفته، چون جامعه غربت گزیده و کوچ کرده امروز بسیار متشکل‌تر از 42 سال قبل جا افتاده و زن، زندگی، آزادی تحول بزرگ عصر جدید ماست که تصویر آزادی را شفاف‌تر در مقابل ما قرار داده و همچنین فعالیت ما. اما اتحاد در جامعه امروز حرف اول را میزند. خوشبختانه در بین فعالین سیاسی، شاهزاده رضا پهلوی هم با همین واژه اتحاد فعال شده است. نگاه کنیم به گذشته. خوب یادم میاد که 40 سال قبل چندین نشریه فحاش در لس آنجلس داشتیم که به طیف طرفداران رژیم پادشاهی تعلق داشتند و آشوب به پا می‌کردند. در آن دوران ما از آقای رضا پهلوی خواستیم که تکلیف خودش را با این تندروهای سلطنت طلب که شاه اللهی نامیده می‌شدند مشخص کند و ایشان هم همه ما رسانه‌دارها را به واشنگتن دعوت کرد و با شفافیت کامل جلوی طرفداران تندروی خودش را گرفت. درست مانند امروز که او از کلید واژه اتحاد در جامعه داخل و خارج از کشور استفاده می کند. اما 40 سال قبل چه کسی فکر می کرد که این دوران پرتلاطم را در پیش داشته باشیم؟ نگاه کنید. بین مطبوعات آزاد که در این مورد به خصوص یه تشخیص صحیح میده که پرونده سازی الان موقعش نیست، تشویق مردم در راه همبستگی هست، چون نقش شما فقط و فقط ابژکتیویته مطبوعات آزاد امروز نیست، جزوی از ملتی آواره هستید که میخواید برگردید. درستی آخه بنابراین حضرت مسیح که نیستیم، وقتی که بهمون فحش میدن فحش پاسخ فحش هم فحش. خب اگر قرار بود که وقتی که نمیدونم حضرت مسیح بود یکی از پیغمبرا بود که کسی وقتی زد به گوشش بگونه که بله به همین جهت داد، میدونید اگه یکی سیلی بزنه دیگری سیلی بزنه، خب میدونید خیلی ممنون از این 5 سالی که همه رو معطل کردید، 5 سال دیگه هم مردم رو معطل بکنید، به جایی نخواهیم رسید. این دیگه تشخیصی است که باز تا به حال داده باشید. اگر میخواید از خودتون دفاع بکنید بسیار خوب، ولی من فکر میکنم برای یک ایرانی که در داخل از گشنگی داره میمیره مسئله دفاع روزنامه از حرمت خودش در خارج 20000 کیلومتر اونورتر اصلا مطرح نباشه. ممکن برای شما باشه، اینو از نظر یک ابزرور میگم بهتون. به هر حال مطبوعات آزاده، از حق خودتون میخواین دفاع بکنید، ولی این وجدانن تشخیص خودتون خواهد بود و من میخوام برگردید به پرفورمانس 5 سال اخیرتون تا به حال و ببینید که در کجا مسئله داشتید و چرا این مسئله هنوز ادامه داره، چرا این اختلافات هنوز ادامه داره و مسئله هرگز اگر این به این ترتیب بخواد پیش بره حل نخواهد شد. هر روزنامه‌ای که میخواد باشه، چون اگه باور کنید خود من خسته شده باشم چه برسه به ایرانی‌هایی که در داخل هستن. و این واقعا اگه قرار این باشه نبودنش بهتره. اینو واقعا من این رو از صمیم قلب به عنوان یک برادر به تو میگم سر این میز. مردم اگر دیگه از خونه هاشون خارج نمیشن، هر چقدر هم مسئله کوالیتی کاغذی که روش چاپ میکنین یا رنگی بوده باشه مسائل مطرح باشه یا کلوفتی کاغذ یا مسائل، اگر
4 5 سال پیش میرفتن در هاید پارک گوش میدادن، مردم امروز دیگه بیرون نمیان. چرا؟ چون از بس این مسائل رو تحویلشون دادن و خوندن در گوششون، نه فقط روزنامه ها، وسایل دیگه، مسائلی که مطرح شده بود، خب زده شدن رفتن کنار. و میدونید همیشه تقصیر رو میشه انداخت گردن یک چیز دیگر، همونطوری که در گذشته هم همه تقصیر رو انداختن گردن شخص پادشاه. و اینطور به نظر میاد که اگه از من بخواد امروز دخالت بکنم در کار، دعوت مجددی است به بازی کردن نقش کسی که تمام چیزا رو به گردن میگیره، که پس فردا باز همه چیز بیفته به گردن یه نفر رو، همه از مسئولیت خودشون به کنار برن. خب در آخرین روزهای سال 1401 شمسی هستیم و بگذارید که با نتیجه گیری مختصری این سال را به پایان ببریم، یعنی نتیجه خروج محمد رضاشاه از کشور در سال 57 که بارها به آن پرداختیم و خود شما هم تا اندازه‌ای به نتیجه رسیدید، و آن اینکه در پایان رژیم گذشته به علت تصمیم گیری های غلط سیاسی و عدم وجود شخصیت های استخواندار سیاست گذار در کشور، صحنه برای انقلابیون مذهبی در کمین نشسته کاملا خالی شده بود و با رفتن شاه بود که همه چیز فرو پاشید. من دلایل این سؤال را 40 سال قبل از آقای محسن پزشکپور که رهبر حزب پانایرانیست بود و در ضمن نماینده مجلس، که البته در آن روزها یک جورهایی حضورش را تحمل می کردند، پرسیدم که چرا شما صحنه را ترک کردید و در اختیار انقلابیون گذاشتید؟ شما که وطن پرستی و ناسیونالیستی تان سرلوحه فعالیتتان است. او خروج شاه را به خواست دکتر بختیار می دانست، در حالی که دکتر بختیار بارها گفت که این خواست پادشاه بود که می خواست کشور را ترک کند و من فقط پذیرفتم. ولی به هر حال ببینید نتیجه را که چگونه همه چیز به هم ریخت. ما برای حفظ رژیم مشروطیت ایران، نه ما بلکه میهن‌پرستان دیگر، با خروج شاه از ایران موافق نبودیم. خروجی که هم ما میدانستیم و هم به طور قطع سایرین و خاصتا شخص شاه میدانست که خروج موقتی نیست، بلکه برای همیشه ایران رو ترک می‌کند. بنابراین این رو مترادف می دانستیم با اینکه رژیم مشروطیت ایران از هم خواهد باشید. روز 26 دی ماه 1357 دولتی به مجلس شورای ملی رژیم معرفی شد که این دولت پذیرا شده بود شاه ایران رو ترک بکنه. من پشت تریبون بودم و به بیان یک گزارش کلی به ملت ایران اقدام کرده بودم. این فریادها رو تنها من نزدم، این فریادهای من و شما انعکاس فریادهای مردم ایران بود، انعکاس غمها و رنجهای اونها بود، انعکاس خواستهای اونها بود، انعکاس نابسامانی های اونها بود. ولی چه کردن؟ میدانید چه کردن؟ از اونجا قیاس کنید که چه کردن که ببینید با شما چه کردن، با مجلس ایران چه کردن، با قوه مقننه ایران چه کردن. ستم، ظلم، تعدی، اختناق، فریادها رو ابتدا در سینه ها خفه کرد، ولی این فریادها، این حکم محتوم تاریخ، فریاد رو ممکنه برای مدتی در سینه خفه کرد، ولی فریاد از سینه ها بیرون میاد، فریاد از پشت دیوار زندان ها بیرون میاد، فریاد از لابلای سلول ها بیرون میاد، فریاد از پشت دیوار های آهنین بیرون میاد. اون وقت فریاد ها تبدیل میشه به عصیان،
و ما دقیقا مواجه شد. آنچه که اون وقت در تبریز گذشت یک عصیان بود، یک عصیان دهق بود، ولی بودید و دیدید که وزیر مشاور نخست وزیر دفتر امور پارلمانی آمد اینجا به مجلس ایران چه جواب داد. گفت 15-20 نفر بیش نبودن که از آن سمت مرز آمد. چه فایده که ما گوش ها رو پنبه بگذاریم، چشم ها رو ببندیم و گمان کنیم که عصیان رو نمیدیم. ولی عصیان بود، به عصیان توجه نشد. پشت تریبون بودم که مطلع شدم که شاه در فرودگاه هست و منتظر هست، یا به هر حال او را منتظر نگه داشتند تا رأی اعتماد رو برای اون دولت بگیرند و آنگاه او ایران رو ترک بکنه، به طوری که رئیس مجلس ادامه مذاکرات رو پس از سخنان من متوقف کرد، رأی به کفایت مذاکرات گرفت و در نتیجه رأی اعتماد برای دولتی گرفت که این دولت پذیرا شده بود، که قبول کرده بود که شاه ایران رو ترک بکنه، و با چنین رأیی که آنچنان مجلسی داد و با رفتن شاه مشخص بود که دیگر اون مرحله از تاریخ ایران در آستانه سقوط قطعی قرار گرفت. بنابراین نمایندگان پانیرانیست با بیان این مطالب و این دلایل طی نامه‌ای که به طور مبسوط نوشته شده بود درست 8 صبح فردای اون روز، که 8 صبح روز 27 دی ماه 1357 بود، استعفای خود را از نمایندگی مجلس اعلام کردند و در واقع به بسیج وسیع‌تری برای مبارزات آینده پس از سقوط رژیم مشروطیتی که دیگر قطعیت پیدا کرده بود با رأی اون مجلس و خروج شاه از ایران خود را آماده کرد. از همان دوران بود که من پی بردم که خروج شاه از کشور اشتباه بزرگی بود که تاوانش را ملت ایران و خود اون نیز پرداخت. و امروز ما خوب می‌دانیم که اکثر این تصمیم‌های اشتباه در دربار اتخاذ می‌شد، با حضور شهبانو و آقای قطبی و چند تن دیگر که روزانه به دنبال راه حل برون از بحران بودند. برای اینکه همونطوری که خدمتتون عرض کردم، روزی که ازهاری آمد و شریف امامی رفت و بلافاصله روز بعد اظهاری به عنوان نخست وزیر آمد، وقتی که وزیر دولت معرفی کرد رفت، اعلیحضرت فرمود که قراره که یه نطقی حاضر بشه که بیارن اینجا سر رادیو تلویزیون، شما بگید خبر کنن که بیاد. منم به یزدان پناه که مسئول اطلاعات بود گفتم، اونم اطلاع داد که در ساعت 1 بعد از ظهر باشن که نطق اعلیحضرت رو برپر کنن و بعدم در ساعت 2 بعد از ظهر در تلویزیون در رادیو تلویزیون نشون بده. بعد خب این گذشت، ساعت تقریبا شد نزدیک ساعت 1 و از نوت خبری نبود. علیزاده فرمودن این نوت کجاست که من صحبت بکنم؟ همینطوری فرمودن من آخه باید این نوت رو قبلا یه دفعه بخونم که در موقع خوندن دیگه توپخ نزنم، و این کجاست این نوت؟ من تحقیق کردم و بعد گفتن نوت حضور اولیا حضرته. علیزاده فرمودن مگه اولیا حضرت میخوان نوت بکنن؟ عرض کردم خیر، گفت پس چرا نوت رو بردن اونجا؟ نوتو بگید بیارنش. این عین جریانی که هست، بنده مثل که دیروز بود همش یادم اومد. بعد نوتو آوردن تو حضور اعلیحضرت و اعلیحضرت هم این نوتو خوندن و بعد تشریف آوردن تو اتاق بنده. من پشت میز نشسته بودم. با نوتو آمدن اونجا من بلند شدم از پشت میز اومدم بیرون، فهمیدن نه خیر بشین همینجا بشین، و مثل یک ارباب رجوع ایشون نشستن جلوی میز بنده. بعد در اونور آقای اصلانی همکار بنده که در تشریفات بود
و خانوم کسی که در چیز هستن، در لندن هستن، انصاری، بله، خانوم سودی انصاری، بله، موشی، بله، شون هم بودن که تایید بکنن، بله، آقای اسانی هم یادداشت بکنن. این طرف هم آقای دکتر حسین نصر و آقای قطبی نشسته بود، بله، آقای رضا قطبی، رضا قطبی نشسته بود. علازد یه نطق رو خوندن، یعنی نگاه کردن اینا، بعد این نطق رو انداختن جلو من رو میز، نگاه کردن به این دوتا آقایون و گفتن که من نباید این حرفا رو بزنم، من نباید این حرفا رو بزنم، چی من بگم؟ بعد هر دو آقای قطبی و آقای سیدن گفتن که آقای علازد الان وضع طوری هستش که علازد خودتون باید در ردیف ملت بذارید و ملت چیزی که میخواد اونجوری بفرمایید اینا، و اگر که موافقت میفرمایید نوت به همین طور باشون. متاسفانه ملت و نمایندگانش در این تصمیم گیری ها هیچ نقشی نداشتند. میدانم که شما هم میدانید، ولی من هم به علت کنجکاوی هایی که داشتم و دارم شاید یک قدری بیشتر به این نتیجه رسیدم. به هر حال در سالی که پشت سر گذاشتیم، یعنی سال 1401 شمسی، مسئله خروج شاه از کشور را با حضور عده صاحب نظر مورد بررسی قرار دادیم. ولی کلید واژه امروز ما اتحاد همه نیروهاست که آزادی ایران در گروه این اتحاد می باشد. در آخرین برنامه سال 1401 هستیم و یک بار دیگر می نشینیم پای ادامه صحبت با یکی از رهبران جنبش دانشجوی ایران که می دانم صدایشان در رژیم گذشته شنیده نمی شد و همین باعث شد که با حکومت به ستیز برخواستن، مشکلی که البته در آن روزها قدری جهانی بود ولی برای ما بیشتر خاورمیانه‌ای بود و نابسامان. به شهر کلن آلمان می رویم در حیات خلوت این فعالینه، چون من و شما از وطن گریخته، و صحبتمان را به پایان می بریم. هیچ تجربه ای نیست که در دنیا یک رژیم اسلامی روحانی اومده باشه مونده باشه سر کار. ما فهم میگیم اینا میان میرن کلا. در اینجا ما داشتیم روش میکردیم به عنوان چپ، یعنی ما سازمانی که تضعیف شدیم در طی سالهای انقلاب 57، ما به سرعت داریم روش میکنیم، یعنی مرتب شاخه‌هامون رو گسترش میدیم، نفوذ پیدا میکنیم، ارتباط میگیریم، نیروهامون داریم تبلیغ میکنیم و غیره، و خیلی راضی هستیم و تصور میکنیم که اگه قدرت سیاسی از بین بره ما همینجور رشد میکنیم، بعد امکان رقابت هم با اون پیدا میکنیم، اونم که نمیتونه حکومت کنه خراب میکنه، به محض اینکه بیاد بخواد قدرت رو بگیره خراب میکنه، کارایی میکنه جامعه رو در مقابل خودش قرار میده. ما یه همچین تصوری داریم. رژیم شاه هم تصورش اینه که با اونا میشه ساخت، با اونا میشه مذاکره کرد، و خب همون مقدم که میاد توی کار از این چهار شریف امامی با میشه روحانیون رو پیدا کرد که معتدل تر باشن، آقای شریعت مداری رو پیدا کرد که با اون کنار اومد. یعنی رژیم شاه هم در چارچوب این موضوع چپ ها و نیروهای ملی، حالا نیروهای ملی بگه چپ ها خط قرمز زد. برای اینکه بگم در اون طرف قضیه چجوری تفکر در این زمینه، یه واقعی که اتفاق افتاده روز 26 فکر کنم شهریور که یک حزبی تشکیل میشه در ایران به نام حزب دموکراتیک مردم ایران. بله. این آقای بهازین تشکیل میده. بله. و یه سری روشنفکرا و به اصطلاح نویسندگان و اینا دور خودش جمع میکنه. تمایلات چپ دارن اینا. درست. روشنفکران تمایل چپ دارن، بیشتر توده ای هم دارن. بله. 26 شهریور اعلام میشه، 28 شهریور همشون رو میگیرن. بله، دوران بگیر بگیر بود، من شاهد بودم. بگیر بگیر منظورم نیست، چه بگیر بگیری؟ تمام بساجد دارن روحانیون علیه شاه شعار میدن. بله. من در میدون خونمون توی خیابون قیاس، روبروی خیابون قیاسی نزدیک میدون خراسون بود. بله. درست منطقه مرکزی. بله. یه مسجدی داره اونجا، تو مسجد لورزاده. بله. آقای نوری اونجا. بله. سخنرانی میداد. این اولین آدمی بود که وقتی میمونجا سخنرانی میکرد اسم خمینی رو میآورد
وقتی این اسم خمینی رو می آورد، ما که تو خونه بودیم یهو فکر میکردیم مثلا یه دونه تیر خورده به دیوار، آنچنان این جمعیت از اونجا الله اکبر میگفت یه دفعه دیوار میلرزید. شیشوهات دو تا خیابون اونورتر بود با. یعنی در همون زمانی که این اتفاق داره میفته اونجا داره این اتفاق میفته، ولی اینجا اینا دارن چپ رو میگیرن. توی تلفن پشت بونا دارن میگن الله اکبر، ولی چهار تا روشن فکر توده‌ای که بلند میشن، میاد توده‌ای هم نه روشن دانشی که متمایلن، توده‌ای صاحب یا توده‌ای حالا متمایل چپ با. که میان میگن که ما یه حزب درست کنیم علنی، اینا رو میگیرن، اونا رو کاری ندارن. یعنی هنوز در 28 شهریور، حالا که فکر کنیم مثلا 56 میگیم تفکر هنوز اینجوریه و این تفکر جهانیه، ربطی به رژیم شاه نداره. هویزر میاد با اینا مذاکره میکنه، هویزر با اینا مذاکره میکنه، براش مهمه که اینها رو میشه در چهارچوب کمپ این بلوک در مقابل بلوک شرق نگه داشت. بله مهم براش اینه که اینها بمونن در چارچوب دهان دو قطبی اون زمان، تو این قطب نرن تو اون قطب، در حالی که چپو اگر بیان میرن تو اون قطب. این براشون مهمه. درسته. و حکومت هم ارتشی ها ساواک اینا همه تحت تاثیر هم. مثلا آقای ثابتی تو مصاحبه هایی کرده گفته من اون سال 57 گفتم با جلوی اینا رو گرفت، 56 اگه اون زمان که هنوز جنبش روش نکرده و ما میگرفتیم 40-50 تا رو میگرفتیم و صفر میگرفتیم، مثلا شروع نمیشد این حرکت. خب این اتفاق نیفتاده، دادم نمیتونه قضاوت کنه، ولی من خیلی مایل بودم از آقای ثابتی بپرسم اون 50-100 تایی که میخواستیم بگیریم کیا بودن. یعنی در روحانیت فقط 50-60 نفر؟ اون 50-100 تا من مطمئنم 90% امثال من بودن، یعنی امثال بهازین بودن، امثال نمیدونم سعید سلطانپور بودن. یعنی اگر دستگیر میشدن تفکری که وجود داشت خطر اینا، ما کاره اینا اون تفکری که اون جریانی که روش داد که روحانیون بودن، آیا اونا بودن یا نبودن. میخواستم حتی صادقانه موقع صحبت دو نفری باشه، صادقانه باشه، اون 50 تا اگه اون زمان شما میگرفتید کیا رو میگرفتید میخواستید؟ یعنی اون زمان هنوز در رژیم تحت تاثیر اون قطب جهانی خطر روحانیت احساس نمیشه، خطری احساس نمیشه که یک رژیم بدتر از ماست در این زمینه. حتی یعنی ما و اونا در یه عرصه ایم، در این عرصه شاید، یعنی نه ما اینو خطرشون احساس میکنیم نه اونا. ما احساس خطر احساس نکردنمون اینه که اگر بیارن قدرت رو بگیرن نمیتونن کاری بکنن، بعد انتخابات میشه میافتن توشون اختلاف میفته. اونا مثلا خطرشون اینه که خب مهم اینه که تو بلوک غرب بمونن، بلوک غرب بمونن، همه چیزای دیگه فرعیه. ولی در یه زمانی آقای ثابتی مثل که پیشنهاد میکنه که 1500 نفر رو بگیریم. همون رو من دارم میگم، ولی تعدادش 300 نفر تعدادش من دقیق تو ذهنم نبود، گفته ما تعدادی رو بگیریم، من میگم من مطمئن اون تعدادی میخوام بگیرن کیا بودن. من شما جزوش بودی ده، یعنی روشن فکر، یعنی این طیفی که اتفاقا برخلاف تصور هم ما هم رژیم پهلوی، در صورت یه مقداری فضا باز شدن با آقای بختیار و غیره، اینها با هم دیگه میتونستن دیالوگ سیاسی داشته باشن. ولی ما توی زندان وقتی میرفتیم این دیوانشون دست من میخورد، فورا میبردن کور میدادن، میگفتن نجس شده. یعنی رابطه ما با این رابطه اونها با ما یه همچین رابطه‌ای بود با رژیم پهلوی که معلومه با کسانی که مشروب میخورن و نمیدونم دانس میرن و فلان میرن چه رابطه‌ای داشتن اونها از نظر فکری. بنابراین اونها یه چنین تصوری داشتن، ولی ماها و هم اونها خودمون در مقابل هم قرار گرفتیم. هیچ رایی هم نیست، یعنی یک طرف هم نیست، یعنی شما در یک وضعیتی وجود دارید که اونا فکر میکنند که شما خطرناکترینید، اول شما نباشید بعد با روحانیان بدین چی کار بکنن. ما فکر میکنیم اونا اصلا مهم نیستن، رژیم پهلوی اصلیه. و اینو که میگم میره در تمام نیروی اجتماعی پخش میشه. این فقط شما میتونید بگید مثلا خب چهار تا سیاستمدار تو آدم فعال، ما که خب جوان بودیم، ما 25 سالمه من اون زمان، تجربه گسترده ای که نداریم اون زمان ماها، یعنی بچهای چپ طیف ماها، بچهای محسن‌ترینامون 30 ساله بودن بعد. ولی اون نیروی اجتماعی عمومی هم همچین وضعیتی داره، چون تماس ندارن با هم، یعنی نیروی اجتماعی اصلا تماس نمیشناسه اونا رو، رابطه اجتماعی قطع بین این نیروها. کسانی که مثلا در شهر بخشای مثلا روشنفکری ترن، مدرن ترن، اینها با اون نیروها رابطه گسترده ای ندارن، که از روستا اومدن و غیره، نمیشناسن هم دیگر. اونا هم که کاملا پوز دارن و دارن هژمونیشون رو اعمال میکنن و این اتفاق افتاد. یعنی جریانی که تو در مورد ما که دارین میگین، ما در اون زمان اگر
دیدگاه امروز جبهه بود که ما امروز معتقدیم مبارزه سیاسی یک وجه در سیاسته. ما در کنار مبارزه سیاسی یک مبارزه سنگری داریم که موازین همیشه جریان داره. شما رابطه حجاب تابعی از مبارزه علیه رژیم نباید باشه. مبارزه حجاب علیه حجاب اجباری خودش یک مبارزه مستقله، مستقل از اینکه تو سیاست چی بکنید، مستقل از اینکه شما تو مبارزه سیاسی، نه اینکه ما این کمک میکنه به اینکه رژیم بیفتد. از این زاویه نباید نگاه. مبارزه کارگری خودش یک مبارزه است، مبارزه برای محیط زیست مبارزه است. اینا هر کدوم برای خودشون اهمیت دارن و دموکراسی از یک اهمیت بالا داره که سنگر سیاست رو تسخیر بشه، یعنی سیاست باشه، یک حکومتی که همپا باشه، ولی در این حال در کنارش هم برای اون سنگر رو گرفتن و هم برای تداومش شما سنگر به سنگر باید گام به گام برید جلو. و این مبارزه تمامی نداره، قبل از قدرت سیاسی و بعد از قدرت سیاسی اینا ادامه داره. یعنی شما محیط زیست این نیست که رژیم اسلامی بره محیط زیست مسئله‌اش حل میشه، بعدش هم ادامه داره. مسئله زنایی نیست که مثلا برابری زنان به محض اینکه ما آخوند رفسنجانی همه الان سازمان‌ها قبول دارن که زنان باید برابر باشن، اینجوری نیست. یک مبارزه گسترده‌ای وجود داره و در عمق فکر خیلی از مردهای مدرن ایرانی هنوز نابرابری جا داره. یعنی فکر میکنن اونا ناتوانن. در تای عمق باید این مبارزه جریان پیدا کنه، همینجور مبارزه برای سندیکای کارگری، همینجور مبارزه برای نمیدونم چیزهای فرهنگی در جامعه. اون زمان یک چنین دیدگاهی در ایران به این شکل وجود نداره. چپا در این زمینه پیشرفته ترن، معتقد به تشکلهای توده‌ای هستن، معتقد به تشکلهای کارگری هستن، ولی در این ابعاد وسیع این پدیده رو نمیبینن. اون زمان سیاست هنوز نقش مهم میداره. اگر این ایده ها وجود داشت در اونجا شما درگیر میشدید با اونا. یعنی اگر این عرصه های مبارزه، وارد این عرصه های مبارزه شما میشدید، عرصه های مبارزه موضوعی در اونجا، ما و روحانیت در مقابل هم قرار، دورترین نیرو از ما از چپا روحانیت بود. تو عرصه سیاست بود که خب رژیم شاه اونجاست و دو طرف، برای ما موازی هم حرکت میکردیم. این که گفته میشه چپ ها حمایت کردن، چپ ها آوردن، اینا واقعی نیست. یعنی ما اصلا با روحانیت نه رابطه ای داشتیم، در هیچ دوره پشت اونا نبودیم، مثلا ارتباط بی اعتماد بودیم، کاملا فکر میکردیم که اینها خطری هستن. ما اون زمانی که روز 14 شهریور بود، یک عید فطر بود، یک تظاهراتی گذاشتند از دم گلحک، اون بالا چیه اون اونجا گذاشتن، آقای نهضت آزادی هم اعلام کرده بود، اونا نماز عید فطر رو خوندن، تظاهرات کردن تا مرکز شهر. بعد اونجا من رفتم تماشا کردم، من شریک بودم، رفتم نگاه کردم که ببینم تظاهرات چیه، حاشیه تظاهرات را میرفتم. اینا اومدن تا چیز که جمعیت خیلی زیادی بود، جمعیت در اون زمان زیاد بود، 50 هزار، بعدا بیشتر از اون شد، ولی خب مثلا 40-50 هزار نفر بودن، خب زیاد بود، بزرگترین تظاهرات بود تا اون زمان برگزار شده بود تو ایران، 50 هزار نفری فکر کنم میشد. اینا رفتن اونجا، بعد اونجا این بچهای نهضت آزادی رفتن گفتن خب ما تظاهراتمون پایان و ما چیز میکنیم، تموم میکنیم ما تظاهراتو. یه آخوندی رفت گفت من از طرف روحانیت میگم تظاهرات رو ما ادامه میدیم. یعنی زد تو دهن این فکر کنم سباقیان بود، رفت بالا گفت جبهه ملی بود و نهضت آزادی و همه بودن با. یعنی طیف جبهه ملی و نهضت آزادی ماموریت داشت از پاریس از خمینی دیگه در است. کی؟ همین آخوندی که رفت گفت ما ادامه میدیم. به هر حال این از طرف آخوند، از طرف بهشتی اینا اونجا بودن، لازم از طرف خمینی باشه. یه جوونکی بود گفت تظاهرات ادامه پیدا میکنه، همه رفتن. یعنی من برگشتم خونه، رو برگشت بوده، رفتن طرف آخونده. یعنی اصلا هیچ کس حرف نظر آزادینا رو گوش نداد. من برگشتم خونه. اون زمان ما بحث داشتیم که شرایط انقلابی هست یا نه، یعنی این چیزی که داره میفته یک جنبشی یا داره انقلاب میشه. من گفتم دیگه من نظرم قطعی انقلابی شده، این دیگه انقلابه، داره انقلاب میشه تو ایران. نوشتم فرستادم برای دو طرف ما روحانیته. این تصور که ما با جبهه ملی و نهضت آزادی طرفیم خطاست. نیروی هژمون، نیروی برتر خمینی و روحانیته. روز 14 که من گفتم این دیگه تموم شده، سه روز قبل از 17 شهریور گفتم این نیروز تمام است. اینو یادمه قشنگ نوشتم برای دوستمون آقای عبدالرحیم پور، بود دادم اون مسئولمون احمدانی، گفتم اینو بده به آقای عبدالرحیم پور، چون ایشون هم میگفت شرایط انقلابی هست اون زمان. گفتم بده به ایشون که جلسه ای بذاری، من نظرم اینه. خب از نظر ما خب تفاوت کیفی داشت، یعنی ما نسبت به جبهه ملی نظر
با ما نبودن، منتقد داشتیم، نظر منفی نداشتیم، ولی با روحانیت موضوعمون فرق داشت. احساس برای اینکه جبهه ملی مثلا بدونید احساسات ما رو ببینید، من خودم رو مثال خودم رو میزنم. من روز 14 یا مرداده، روزی که هویدا رو برداشت کنم 14 مرداد از زندان آزاد شدم. یعنی یک سالم تموم شد، یک سال موندم اضافی بدون اینکه اصلا به ما بگم. سو اومدم گفتم بیا لباس پوش برو، منو با یکی دیگه رو آزاد کردن، نه خانواده خبر داره نه هیچی. ما بلند شدیم، نه پولی تو جیبمون، رفتیم و یکی رو گرفتیم دممون پارتفی، ما رو برد تا میدون انقلاب رسوند. تلفن و همراه و اینجا هم که خبری نیست، رفتیم خودمون رسوندیم میدون انقلاب. دو نفر بودیم اونجا، رفتیم و مثلا یه مداری که پول داشتیم رفتیم یه غذایی بخوریم، اما پول تو جیبی که یه دستمون 10 تومن اینطور اون واسه 3 تومن بود غذا. بعد رفتم اونجا یه غذا بخوریم و من نشستم، من رفتم دستشویی، برگشتم دیدم رفیقمون روزنامه گرفته داره میخونه. گفت ببین چی شده. نگاه کردم نوشته که هویدا کنار گذاشته شد و آموزگار شد نخست وزیر. من اینو برداشتم انداختم رو زمین میز، گفتم فلان فلان شده ها میخوان با آموزگار رفرم بکنن. همش چاخانه. در مقطع 56 در اون زمان اگر مثلا امینی رخص وزیر شده بود من اینو نمیگفتم. یعنی فکر میکنم این اتفاق افتاده. اگر بختیار شده بود ما حمایت میکردیم. یعنی میگفت ما اون موقع بختیار حمایت نکردیم، این بود که میگفتیم نمیتونه کاری بکنه. اشتباهات دو سال آخر پادشاه بود دیگه. و ما هم سیاستمون این بود که من وقتی میخواستم آزاد بشم، من دو تا من چون صحبت ها میکنن راجع به روز، من خاطراتی بگم این بحث سیاسی به درد میخوره، راجع به همین اعدام 9 نفر حرفایی زده میشه بعضی وقتا این روزا که آدم دمداری نمیدونه تاسف بخوره، ناراحت بشه. همین کسانی که میان میگن که ما همه رو سرکوب میکنیم اگه قدرت رو دوباره در دست بگیریم، یکی اینه که میگن سن اعدام نشدن. ولی حالا داستان این بوده، ما روز 13 به اصطلاح اسفند که رستاخیز بود چپ پخش کردن، ما تو زندانی که بودیم نشستیم صحبت کردیم چی شده. یه عده خوشبین بودن میگفتن میخوان رفرم کنن، رژیم فهمیده که باید رفرم بکنن، چون تعلیمونی بود که این کار درسته دیگه، فکر کردیم و الان میخوان رفرم کنن. خوشحال بودیم ما. یه عده ناراحت بودن، منم فکر میکردم نه خطریه. صبح منو صدا زدن از اون زندان بردن بیرون. زندان شماره 4 قصر بود، بچه های اصلی سیاسی تو بند دیگه ای بودن بالاتر کمی فاصله شه. از تو حیات زندان قصر بودن، ملاقاتی هم بود، از یه پشت ملاقاتی ها بردن یه اتاق داری شبا کردن، من رفتم تو. من تو این زندان کسی دیگه ای نبود، یه نفر دیگه بود از فدایی ها. من رفتم تو زندان، بعد تا وارد شده هر کی میشناسم اونجاست. پرویز نویدی اون تو فوری چشم خورد بهشون، نمیدونم اون ور نگاه فرخ نگهدار بود، اون ور نگاه کردم دیدم نمیدونم عسکر ایزدیه و اینا که میشناختم از فدایی ها، همشون تو زندان ها دیده بودم. دیدم پرسیدم چی دیدیم 40 نفر رو جمع کردن، از همه از فدایی های شناخته شده، بچه های فدایی رو. بعد من رفتم به فرخ گفتم بیادادم اونم میبینه یه زندان دیگه یه خبریه. فرخ نگهدار چون نزدیکتر از دانشگاه میشناختم، شما اون بالا صحبت کردید که الان میرن با ما میخوان صحبت بکنن اینا، حتما میخوان چیکار بکنن. گفت نه ما صحبت نگه، منم همجور صدا زدم بیا بریم با هم بریم. منو برد پیش بیژن جزنی. بیژن جزنی گوشه دیوار وایساده بود، تو همین 40 تا بیژن جزنی ایران بودن دیگه. بعد رفتیم جلو و بیژن گفتش که گفت این سوال من سوالمو کردم، گفتم اونجا ما رو میبرن صحبت میکنن موزه ما چیه؟ خب رهبر فکری ما بیژن جزنی بود، یعنی ما دیگه کاملا 100% قبولش داشتم. گفتش که ما موزمون موزه همیشگیست، بهشون میگیم شما فضای آزاد بدید، مبارزه مسلحانه سیاسی اینا همه به کنار میره، همه ما میایم سر سیاسی میکنیم. بنابراین شما بگین حزب رستاخیز اگر امکان فعالیت سیاسی هست، بنابراین مبارزه مسلحانه تمام، ما فوری اعلام میکنیم مبارزه مسلحانه تمام. من خیلی خوشحال شدم که عجب موزه قابل دفاعی. و خب میخواستم بگم موزه اینجوری بود موزه چه شد. بعد ما رفتیم بردم زندان اوین، ما رو بردن از قصر بردن تو اوین، ما رو از قصر بردن اوین. و بعد اونجا من تو هواخوری دیدم منو سعید کلانتری و خوشدل رو از یه زندان چیزو بردن، اونا که اعدام شدن و از زندان برازجان بود، از زندان شهرستان رو بردن اونجا. بردن من عمومی بودم، جز 8 نفر بودیم ما عمومی بودیم، بقیه هم انفرادی برده بودن، خبر داشتیم بردن انفرادی. اینا همه تو انفرادی بودن. روز 30 فروردین 9 نفر ور میدارن میبرن که همون موقع هم اعدام میشن. اصلا
ملت رو بچه ها رو از زندان های مختلف آورده بودن اوین. چرا آوردن اوین؟ اینا رو اعدام کردن، ما رو همه ملاقات همون رو قطع کردن. بعد از اون فشارهایی که بود، ما ها هیچ کدوممون در 6 ماه بعد هیچ ملاقاتی نداشتیم. بعد هم ملاقاتی که بعدن دادن اون اینجا میشست، دوتا مامور ساواکی هم دوتا بازجو هم دو طرف ما میشستن با ملاقاتی حرفمون رو گوش میدادن. سیاست این بود که ارتباط زندان با بیرون رو قطع کنن. یعنی اصلا از قصر رو برده بودن اوین، حالا اینا میگن اوین میبرن قصر. بعدم وقتی میبردن یه محفظه بود بسه، شما اون عقب بودی، جلو با مسلسل نشسته بودن رو به شما، دو تا ماشین پلیس با مسلسل جلو و عقب داشتن میرفتن. اصلا امکان کاری این تمام مواردی که میگن فرار کرده کسی از زندان تو فیلم ها، نه از بیرون کمک شده. ما فرار از تو داخل زندان نمیتونه، من اینکه تصادفی بشه مثلا از بیرون اونی که بخواد راه فرار باشه، اونی که حمله کنه اونا رو بزنه، چون تو نشستی اینجا بی سلاح طرف با مسلسل جلو چیکار میتونی بکنی؟ اونم دسته، یعنی میره جلوته، اینه اتاقکه، یعنی اتاقک های به اصطلاح وقتی حمله میکنن اتاقک عین این سلول زندانه، میبرن اونجا دوباره در وام میکنن، کلیدش هم اونم نداره، حتی نمیتونن در واس کنن. شما فکر میکنین همه رو با هم منتقل کردن به اونجا؟ همه رو بردن دم یعنی همون تپه. شما توی اتاقک چند نفر بودین؟ نه ما موقعی که داشتیم میرفتیم ما رو توی اتوبوس بزرگ گذاشتن. اونم بسته بود. اونم بسته بود. دو تا اتوبوس بود فکر کنم. یعنی ولی در اتوبوس بسته بودی. اتوبوس مثلا حمل و نقل زندانی محبس الان تو اروپا هم هست، اون موقع تو ایران هم بود. وقتی میبردن دادگاه پنجره نداره. وقتی میبردن دادگاه اون کس تک تک دو نفر سه نفر میبردن، دستبند میزدن جایی که اینجوری نبود. دستبند میزدن به دست من و به یه پاسبان. کلیدم اون پاسبانه نداشت. یعنی کلید رو می‌بردن جداگونه توی دادرسی، وقتی اونجا پیاده می‌شدیم دستبند رو باز می‌کردن. یعنی حتی جایی هم که تو اتاقک نمی‌ذاشتن تو رو می‌بستن به یه مأمور و تو نمی‌تونی، باید مأمور رو دنبال خودت می‌کشیدی اگه می‌خواستی. حالا سوال من اینه که پس شما رو با اتوبوس بردن ولی اون نه تن رو با اونا هم با ما بردن ولی با اتاقک‌های کوچیکی که نه اونا رو با ما بودن بیژن جزایر، تو همون اتوبوس بود ما رو همه رو از زندان قصر بردن اوین. خب تو اوین انداختن سلول انفرادی. خب بعد این نقطه رو برداشتن سلول انفرادی بردن تو تپه اعدام کردن. آها که میگن اینا رو میخواستن منتقل کنن. اصلا به... انتقال امکان چنین چیزی نیست که تو انتقال کسی بتونه شلوغ بکنه. با. اصلا این امکان وجود نداره. بعدم اینا رو از قصر رو بردن اوین، نه اینکه از اوین بخوان ببرن قصر. ما رو همه رو با هم از قصر بردن. که مطلع شدید که اعدام شدن؟ من که همون روز روزنامه رو دادم به ما دیگه، همون 30 فروردین صبح اینا رو برداشتن بردن. اینا در کنار شما بودند، اینا رو بردن، بعدن غروب در روزنامه خوندید؟ حتی انفرادی بودن ولی تو انفرادی مرس به هم می‌زدن، همه خبر داشتن که بردن اینا رو. غروب مطلع شدید که اینا اعدام شدن؟ روزنامه دادن به ما، روزنامه رو دادن. خب البته یه وحشتی هم روزنامه نمیدادن، روزنامه هر وقتی میدادن که کسی کشته شده بود. یعنی ما بترسیم این روزنامه رو به طور استثنایی بردن دادن به ما. خب ولی به هر حال وحشتی تولید کردن دیگه با کشتن این 9 نفر. کشتن اینا که تو همون برنامه عمومی بعد از حزب رستاخیز بود دیگه. میگم ما همون ما 40 تایی که برده بودن اصلا ملاقاتی نداشتیم، بعدش 6 ماه نگه داشتن، بعد از این زندان من تموم شد آزاد نکردن. یعنی یک مجموعه اقداماتی صورت گرفت بعد از حزب رستاخیز، یکیش کشتن 9 نفر بود، یکیش بردن یک تعداد زیادی زندانیان به زندان اوین و قطع ارتباطشون با خارج بود، یکی بالا بردن سطح دادگاه‌ها بود، دادگاه‌هایی که قبلا یه نفر مثلا اعلامیه پخش می‌کرد به 3 سال می‌دادن شد 10 سال، یه نفر یه ارتباط چریکی داشت بهش 5 سال میدادن شد ابد، هر کسی رو که یه ارتباطی داشت اعدام کردن اون سالا. یعنی این اعدام یکی از حلقه های یک مجموعه اقدام بود. زندانیا رو آزاد نکردن، هر کی زندانش تموم میشد نگه داشتن، امکانات ارتباطی کارهای روشن فکری که در ایران مثل کانون پرورش فکری نبود محدودش کردن. یعنی یک تصمیم عمومی در ایران اتخاذ شد که مجموعه استبداد تشدید شد. یکیش هم اولین کارهایی که کردن تو این مجموعه کشتن این 9 تا بود. خب حالا این 9 نفر به نظر شما چگونه انتخاب شده بودن؟ این 9 تا من در مورد دوتا مجاهد نمیدونم، اصلا نمیدونم، نمیتونم تحلیل کنم. بیژن جزنی روشنه، بیژن جزنی و حسن ضیاظریفی روشنه و بچهای گروه بیژن جزنی اینا رو اصلیاشون رو اعدام کردن. اون 7 تا معلومه اصلی داشتن، 7 تا اون 7 تایی که چیز بالاتر داشتن تو اونا، اونا رو اعدام کردن، بچهای اصلی گروه بیژن جزنی. یعنی فقط بیژن جزنی، بچه گروهشون هم حتی اون افراد دیگه نقش بیژن جزنی رو نداشتن ولی اونا چت به چوب هم بیژن جزنی. ولی دو نفر مجاهدی که انتخاب کردن خوشدل و زلمبار، من نمیدونم چرا این دو نفر انتخاب کردن.
چون دو تا مجاهد بودن دیگه. اونا نقش رهبری نداشتن، یعنی اونا رو اعدام کردنشون برای من یه مداری دلیلی داره که من نمیدونم. ما که تو زندان بودیم دیگه این تردیدی نبود که اینا رو بردن عمدن چیز کردن، تصمیم گرفتن بکشن. ببینید این اتفاقات تو چیزای امنیتی میفته و وقتی خشونت باشه وجود داره. یعنی به شما ببینید چیزی که امروز گفته میشه توسط همون کسانی که امکان بحث تاریخی رو میبندن، یعنی فکر میکنن اینا تکیه کردن، این همیشهشون خیلی کارای خوب کرده، همونجور که من در صحبتام کلی سعی کردم توضیح بدم. ولی در مورد کارهایی که ساواک کرده اینها کارهای منفی بوده و اگر شما میخواین این کارهای امروز جمهوری اسلامی رو نقد بکنین نمیتونین اون کارا بگید درست بوده، چون کارهایی که امروز هم صورت میگیره با همون استدلالای اون زمانه. وقتی شما میگید تروریست رو میشه شکنجه کرد و کش، اینا میگن 67 با تروریستای مجاهد کشتیم. یعنی اصلا نمیشه شما به اصل قضیه رو برید باش تماس بگیرید. شما یه سری اتهام، من یه مثال دیگه براتون میذارم. تو اون دورانه سازمان های امنیتی اینجوری عمل میکنن وقتی بخواد سازمان دیکتاتوری و استبدادی باشه. باید موضوع رو زیر سوال ببرید، نیست که مثلا ساواک مثلا فرق میکرده، یکی از بدترین ها بوده، یکیشون بوده. یه زندانی بوده در ایران به نام سیروس نهاوندی، سال 51 میگیرن، اتفاقا خارج کشور هم اومده بود، ایران با سازمان انقلابی بوده. اینا یه گروهی درست میکنن به نام گروه رهایی بخش، دستگیر میشن. سال 51 فکر کنم دستگیر میشن. این یکی دو سال زندان میمونه. تو زندان نمیتونه تحمل بکنه. به هر حال پشیمون میشه، به ساواک نامه مینویسه، میگه میخوام با شما کار کنم. حاضر میشه اطلاعاتشو بده. همه اطلاعاتو میده، کسانی که میشناخته لو میده، میرن اونا رو دستگیر میکنن، بعدم قبول میکنه که با ساواک همکاری بکنه. خودش و چند تا اقوامش هم با این گروه بودن، دختر خالش بوده، نه کی بوده الان، اینا رو آزاد میکنن. آزاد کردنشون هم میگن تو رو اگر آزاد بکنیم خب همه میفهمن که تو خب رهبر سازمان بودی، نمیتونیم بقیه رو آزاد نکنیم، تو رو بکنیم. بنابراین صحنه سازی میکنن، یه دونه میبرنش بیمارستان، تو بیمارستان یه تیر میزنن یه جوری به بازوش که هیچ صدمه ای نبینه و این زخمی خونالود میذارن در میره و میگه من از پنجره پریدم و فرار کردم و تیرم خوردم. بقیه همش اعتماد میکنن و پانسمان میکنن و خوب میشه و این شروع میکنه با ساواک کار کردن. کاری که میکنه چیه؟ این افراد گروه رو تشکیل میده، این گروه با دیگر افراد میرفتن تماس میگرفتن و دیگران شناسایی میکردن، ساواک میرفته بقیه رو میگرفت. اینا بدون اینکه خودشون بدونن برای ساواک کار میکردن. آدمای خیلی خوبی هم بودن، آدمای مبارزی بودن و فکر میکردن دارن کار سیاسی میکنن، کار سیاسی هم میکردن. میفهمن هم گروه های دیگه میفهمن که هر کسی با اینا تماس گرفته دستگیر شده. ما تو زندان فهمیدیم که همه گفتن این مشکوکه و این اصلا صحنه سازی بیمارستان فرار کردنش مشکوکه. اطلاع میرسه این بچهای گروه میفهمن. بچهای گروه 8 نفر بودن. اینا تصمیم میگیرن یه جلسه ای بذارن که چیکار کنن. میخواستن بگن ما با این اینا اخراج میکنیم، بعد خودشونو میگیرن فوراً چیکار کنن، کجا در برن، چیکار بکنن. یه جلسه میذارن با هم بشینن صحبت کنن که اینو چی کار کنیم. یکی از این 8 نفر خیلی اعتماد داشته به سیروس نهاوندی، میره بهش میگه، میگه اینا فهمید، اینا میگن تو ساواکی هستی، به تو تهمت میزنن و جلسه میخوان بذارن علیه تو اطلاعیه بدن و اعلام کنن که تو ساواکی هستی. خب اینا ساواک اطلاع داره دیگه. میرن تو خونه هر 8 رو میبندن به رگبار. تو روزنامه هم نوشتن پرویز واعظ‌زاده و خانم مینا رفیعی و 8 نفر بچه کنفدراسیون بودن، همشون هم تحصیل کرده های آکادمیک بودن، اصلا مبارزه مسلحانه و اسلحه و اینا نداشتن، کار سیاسی میکردن. یعنی چنین اتفاقاتی افتاده اون دوره. این صحبت هایی که امروز میشه تروریست بودن، بنده دانشجو اصلا تروریست چه میدونستم اون موقع چیه، گرفتن اون سال 50 رو میگم، بعدن بودش ولی سال دوره اول دستگیری. 80% بچه‌هایی که زندان بودن نه ارتباط با فدایی‌ها داشتن نه ارتباط با مجاهدین، یه اعلامیه پخش کرده بودن، یه کتاب رد و بدل کرده بودن. خب این مسائل باید وقتی ما راجع به آینده صحبت می‌کنیم صد به این موضوعات همه باید نقد داشته باشن تا بشه بحث تاریخی کرد. و این به مفهوم زیر سوال بردن کارهای خوبی که در اون دوره شده که نیست، اینا هم بوده اونام بوده. حالا آقای فتاپور با این وقت کمی که داریم در پایان لطف کنید راجع به فعالیت نیروی چپ پس از انقلاب مختصری توضیح بدید. ببینید بعد از داخل کشور چه خارج از کشور؟ در داخل کشور ما بعد از انقلاب در یک سال اول سیاست انتقادی و سیاست تندمون رو نسبت به حکومت ادامه دادیم، یعنی اپوزیسیون اصلی حکومت ماییم. در سال اول؟ سال اول ما به تنها سازمانی بودیم که به چیز رأی ندادیم،
به رفراندوم جمهوری اسلامی به قانون اساسی رأی ندادیم. همه تظاهرات ما هم حمله می‌کردن، می‌گفتن تو که رأی ندادی حق تظاهرات نداری. آقای فرخ نگهدارم رأی نداد. اصلا کل سازمان دیدن رأی میده. کل سازمان رأی نداد. تصمیم سازمان ما، سیاست سازمان ما در جهت ادامه همون خطی بود که گفتم ما اعتماد نداشتیم. بعد از تسخیر سفارت به دلیل یه سلسله مسائل فکری که تو این سیاست ما زیر سوال رفت برای خودمون. یه وجهش که برای خود من میتونم بگم این بود که ما رو دارن سرکوب میکنن، همه جا دارن میزنن، بچه‌هامون رو میکشن، ما حریف اینا نمیشیم. اگر بخواد تحولی صورت بگیره باید یه نیروی توی خود اینا باشه. بدون وجود یک نیروی تو درون اینا باشه ما حریف خمینی نمیشیم، همه ما رو اینا سرکوب میکنن. این فکر ما بود. و خب یه سلسله نظرات عمومی که رو امپریزم اینا بودیم، یه بخشمون که اکثریت باشه به این نتیجه رسید که یه بخشی از نیروهای اینا که ضد امپریالیسم اینا پتانسیل تصحیح دارند، با اونا باید متحد شد. دو سال این سیاست ما پیش بردیم که خب این سیاست از پای خطا بود و هم نیرو خطا بود و هم این ارزیابی خطا بود و هم مثلا این تصور که این نوع نیرو میتونه الزامن شد. کسانی که ما فکر میکردیم کسانی بودن که بعدن اصلاح طلب شدن، ولی اون زمان این خبرها نبود و همونایی که ما حمایت میکردیم خودشون هم در جهت سرکوب ما خودمون هم عمل کردن. بعد در خارج از کشور خب یه سلسله تحولات فکری اتفاق افتاد. تحولات فکری ناشی از دو موضوع بود. یک موضوع بررسی این سیاست و این خطاهایی که ما تو سیاست کرده بودیم که چطور به خصوص اون دو سال که چرا، چه عواملی منجر به این شد که ما به این نتیجه برسیم که این نیرو میتونه تغییر مثبت بکنه. این نیرو که اصلا نیروی منفی جامعه ماست از توی این نیرو. دومین عاملم که این چیزی که ما میگفتیم باید بشه سوسیالیسم، این چه جور سوسیالیسمیه؟ این اصلا قابل قبول نیست برای ما. اون چیزی که ما فکر میکردیم در اون جامعه وجود نداره، یه چیز دیگه است اصلا و کلن عوض شدن. و در نتیجه یک بخش بزرگ چپ که منم بهش معتقدم کلن چهارچوب‌های فکری اون زمان رو زیر سوال بردن، هم در پایه‌های تئوریک و هم در سیاست، و در واقع مسئله دموکراسی و سوسیالیسم رو به این نتیجه رسیدن که در یک پیوند تنگاتنگ با همه و بدون دموکراسی سوسیالیسم و بدون معنی نداره. یعنی سوسیالیسمی که درش دموکراسی پایش نباشه، بلکه سوسیالیسم باید بر مبنای دموکراسی عمیق‌تر باشه. و بحث‌های نظری که اصلا سوسیالیسم به اون معنی نیست، سوسیالیسم به مفهوم ارزش‌هاست. یعنی اون ارزش‌هایی مثل برابر طلبی، مثل دموکراسی بیشتر، مثل محیط زیست، تعمیق این ارزش‌هاست. از یک ارزش‌های سوسیالیستی دموکراتیک شما حرکت می‌کنی به سمت ارزش‌های بالاتر. و این نوع فکر به تدریج تقویت شد. خب الان چپی که در ایران وجود داره، بخش بزرگی از چپ‌ها که من بهش تعلق دارم اینجوری فکر میکنند. خب اون قسمت سرکوب رو هنوز توضیح ندادین که چه موقعی در داخل کشور در داخل کشور ما از همون سال از اول انقلاب ما سرکوب میشدیم. یعنی از همون ابتدا مرتب در جاهای مختلف به مجاهدین سرکوب نمیشد. نه مجاهدین نمیشدیم. از همون روزهای سرکوب به مفهوم سازمانی نه، سرکوب هم خشونت در رابطه با ماها. یعنی به تظاهرات هامون حمله میکردند، مثلا بچهای ما رو میگرفتن میبردن تو بیابون میکشتن، تو به کرمان کشتن، توی همون دوره‌ای که به خصوص سیاست تند داشتیم با مجاهدین هم میکردن. ولی خب اون موقع به عنوان سازمان عمومی فعالیت داشتیم، یعنی همزمان با همین اتفاقاتی که میافتاد ما تو انتخابات شرکت میکردیم. تو انتخابات مجلس خبرگان شرکت کردیم، تو انتخابات مجلس اول شرکت کردیم، انتخابات هم بود، همه نیروها هم شرکت کردن. اون موقع هنوز سیاست سرکوب و نذاشتن انتخابات هنوز حکومت اینجوری نبود، تا دو سال اینجوری نبود تا سال 60. بعد از سال 60 که نیروهای دیگه شروع کردن مبارزه مسلحانه و ما گفتم خط نادرستی که در سمت عکس داشتیم، ما سرکوب نشدیم. بقیه نیروها شروع شدن سرکوب. در طی سال 60-61 مجاهدین و نیروهای چپ دیگه، چیزهای چپ رادیکال مثل مثلا راه کارگر، پیکار، اینا شهیدن سرکوب شدن. ما میگرفتن بچه‌هامون رو، 200 نفری مثلا زندان داشتیم، ولی خب ما 20000 تا عضو داشتیم. ما 20000 نفر، 10000 نفر عضو سازمان بودن، 10000 نفر عضو سازمان جوانان در اومد. ما به سرعت رشد کرده بودیم در طی سالهای بعد از انقلاب. و بعد از سال 61 شروع کردن به سرکوب ما. و خب ما یه بخشمون اومدیم خارج، یه بخشی سازماندهی کردیم داخل. من خودم موندم یه دوره، مسئولیت داخل رو داشتم،
خب مشکلات زیادی هم داشتم، چندین بار نزدیک بود دستگیر بشم. سازماندهی کردیم، بچهای سازمان بخش مهمشون ارتباطات قطع شد، بچهای سازمان جوانان تمام ارتباطات قطع شد، 10,000 نفر تقریبا اونا دستگیر نشدن، همشون رفتن زندگی عادیشون رو کردن و بعدن تو فعالیت‌های مدنی و اینا فعالن، هنوزم هستن. خیلی از شخصیت‌هایی که میشناسین اسمشون رو شنیدین در این سال‌ها در فعالیت‌های مختلف مدنی و ایران، خیلی‌هاشون همون بچهای پیشگامی سازمان جوانان اون زمان مان که در سنای 40 سالگی اینا شدن جزو رهبرای اصلی که هنوزم هستن، بعضی‌هاشون رو دستگیر میشن و زندان میرن، فعال هستن. هستن ولی دیگه به عنوان فعال مدنی فعالیت میکنن، فعال تشکیلاتی نیستن هیچ کدوم. ما تشکیلات رو منحل کردیم. ما بعد از اون یه تشکیلات داشتیم، تشکیلات منسجمی داشتیم، مخفی داشتیم، که این تشکیلات مخفی سال 65 دستگیر شدن و بچه‌های ما در سال 65 تشکیلات مخفیمون ضربه خورد. یعنی سازماندهیمون تا سال 65 مقاومت کردیم و سال 65 آخرین ضربه رو که خوردن دیگه تمام بچهای ما دستگیر شدن. شما چه سال ایران ترک کردیم؟ آخر 62. در خارج از کشورم چند تشکیلاتی داریم که بعد از اون ما تصمیم گرفتیم فعالیت تشکیلاتی در ایران نکردیم. با. یعنی فعالیت تشکیلات مخفی نزدیم. با. و معتقد بودیم رابطه فعالیت ایران، رابطه تو همین جنبش‌های واقعی و مدنی البته علنی که وجود داره و طریق همون سازماندهی که این جنبش‌ها میشن باید رفت جلو. با. و برای تشکیلات مخفی کار غلطیه، سازماندهی مخفی دیگه نکردیم. و الان هم خب ما سازمان‌های فدایی تعدادشون با هم دیگه وحدت کردن، هم اکثریت و اقلیت و اینا. الان ما حزب چپ هستیم، من جزو حزب چپ هم وحدت کردم. بله، ما یه حزب چپ هستیم که توش بچهای یه سری کادر اونا که هم نظر بودن، بچه‌ای که همین فکرایی که من گفتم دارن، که بچهای اکثریت و اقلیتی و بچهای اون 16 آذر که اونها علت انشابشون از ما نوع نزدیکی با حزب توده بود، چون ما می‌خواستیم با حزب توده وحدت کنیم که اون هم به هم خورد. ما الان تو حزب چپ هستیم، سازمان‌های دیگه چپ هم هستن، یه ده سازمان اکثریت هستن، سازمان‌های اتحاد فدایی هستن، سازمان‌های دیگه هستن، ولی ما حزب چپ هستیم که خب فکر می‌کنم قوی‌ترین جریان چپ خارج کشور باشه. حزب جلسه تشکیل میدید؟ نه دیگه، ما فعالیم با این 6 سازمان جمهوری خواه الان داریم کار می‌کنیم. الان 6 سازمان ما در سال 2003 برای اینکه فعالیت خارجی 2003 یک سازمانی درست کردیم به نام اتحاد جمهوری خواهان که شما هم فکر کنم تشریف داشتین فیلم گرفتین اونجا. در اون تشکیلات ما تقریبا تمام فعالین بخش عمده شخصیت‌های سیاسی اپوزیسیون که جمهوری خواه هستند، چپ، ملی و کنفدراسیون، نمیدونم نیروهای پیکار، غیره، همه بودیم با هم دیگه. و طوری که مثلا وقتی نشر سایت ها اونا رو نگاه میکردیم 80% مقالاتی که نوشته میشد بچه‌ای بود که با اتحاد جمهوری خواهان کار میکردن و 10 سالی هم با هم دیگه کار کردیم و فعالیت کردیم عنوان یه جریان واحد در خارج از کشور، جریان واحد جمهوری خواهی. بعد خب به دلیل اختلافاتی که شد انشقاق شد و جریانات جمهوری خواه جداگونه شدن. الان مجدد خب اتحاد جمهوری خواهان که بازمانده اون جریانه که من هنوز تو اون اتحاد جمهوری خواهان هستم، به اضافه جریانات جمهوری خواه دیگه، جریانات جمهوری خواه همبستگی جمهوری خواهان که عمدتاً بچهای بخشی از بچهای دفتر تحکیم وحدت که خارج اومدن اینها توش فعال هستن، به اضافه جریانات جبهه ملی، به اضافه جریانات سوسیال دموکراتیک، اینها ما مجموعاً الان به عنوان جریانات جمهوری خواه با هم دیگه فعالیت داریم میکنیم و در یک اتحاد وجود داره که یعنی یک جریان جمهوری خواه وجود داریم که معتقدیم با سایر جریانات، یعنی جریانات طرفدار رژیم پادشاهی با جریانات اصلاح طلب، طبیعتاً بر مبنای سیاست باید مناسبات برقرار کرد و فعالیت کرد، ولی در جایی که بشه موازی هم برقرار کرد، دیالوگ کرد، گفتگو کرد. و ولی خب ما به عنوان جریان جمهوری خواه فعالیت میکنیم. برای امیدوار کننده است دیگه برای در خارج از کشور. ولی خب فعلاً هم طور روندهای ایران هنوز فعلاً ما مشکلات زیادی وجود داره تا اینکه برحال من سپاسگزارم از این فرصتی که دادید و این توضیحی که کامل برای بینندگان ما آگاهی های خیلی زیادی رو در بر داره. خواهش میکنم، خیلی ممنون از این که وقت گذاشتید، از شما که این همه فعالی رو از لس آنجلس میایین این طرف رو صحبت میکنید. من قصدم اینه که فقط این مقدار آگاهی بدم. خواهش میکنم، امکان پذیر است. سپاس. در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم. و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را.